به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام دانش آموزای عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. خاطره شجاعی هستم، مدرس مضمون کیمیا در بخش کیمیای صنف 12 هم با شما همکار هستم. موضوع درس گذشته ما در مورد SPC هایبریزیشن بود. ما در بخش SPC هایبریزیشن فهمیدیم که یک اوربیتال S با سه اوربیتال P یک جای میشد، SPC هایبریزیشن تشکیل میداد. موضوع بعد از SPC هایبریزیشن ما روی موضوع SP هایبریزیشن و SP2 هایبریزیشن گپ میزنیم. SP2 هایبریزیشن هم میفهمیم که چی هست، چگونه تشکیل میشه و در کجاها کاربرد داره. اول که SP2 هایبریزیشن چه قسم تشکیل میشه؟ در این بخش یک اوربیتال S با دو اوربیتال P با همدیگر یک جای میشه. چند اوربیتال تشکیل میده؟ یک اوربیتال S دو اوربیتال P است. باید چند اوربیتال تشکیل شوه؟ آفرین، معلوم دار که سه اوربیتال SP2 تشکیل میشه. سه اوربیتال SP2 هایبریدیزیشن تشکیل میشه، یا سه اوربیتال SP هایبرید تشکیل میشه. در این بخش ما میخواییم که امو مدل خود کاربونی که در درس های گذشته در نظر گرفتیم اینجا هم در نظر بگیریم، چون ما SP هایبرید در کاربون میخواییم که بفهمیم. کاربون، هسته کاربون، قشر اولی کاربون، قشر دومی کاربون. در قشر اول دو الکترون داره، در قشر دوم چهار الکترون داره. خب این مساوی به یک اوربیتال داره، یک S دو الکترون داره. در قشر دوم این مساوی میشه به دو قشر فرعی داره، یک اوربیتال S. اینجا یا دو S یک در حالت تحریک شدهش در نظر میگیریم، و اینجا سه حفره یا دو پی است، اوربیتال دو پی، پی اکس، پی وای، پی زد. هر کدام از یک الکترون داره، ایش هم یک الکترون داره، چون به حالت تحریک شده است. وقتی که اینا امتزاج میکنه یا تداخل میکنه، که چگونه تداخل میکنه اینجا میبینیم. گفتم که در این بخش یک اوربیتال S با دو اوربیتال P یک جای میشه، یعنی یک اوربیتال S با پی اکس و پی وای تداخل میکنه، امتزاج میکنه، در نتیجه سه اوربیتال هایبریدی SP3 را تشکیل میده. خب دوباره اگر ما در نظر بگیریم، این مساوی به یک، یعنی قشر اول اوربیتال S یک S2 به حالت خودش است. در دوم سه اوربیتال هم سطح هم انرژی میشن و سه اوربیتال SP2 را تشکیل میده. SP2 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 یک اوربیتال پی زد که به حالت خودش باقی میمونه، هر کدام از اینا دارای یک الکترون است. شما اینجا ببینین سه اوربیتال دارای الکترون های تاقه با عین سطح انرژی قرار گرفته. پس ما میتونیم که شکلش این قسم رسم بکنیم، یک اوربیتال، دیگه اوربیتال و یا دیگه اوربیتال. خب در این قسمت در حقیقت این قسم یک شکله، اینی شکل به خود میگیره، اتم مرکزی اوربیتال، سه ساحه الکترونی یا سه اوربیتال SP2 هایبریدشن یا SP2 هایبرید تشکیل میشه. SP2 هایبرید، SP2 هایبرید و SP2 هایبرید. خب در این بخش ما میخواییم یک چند مشخصه ای از اینمی حالتی SP2 هایبرید بگویم. اول زاویهش، زاویه SP2 هایبرید 120 درجه است، 120 درجه است. ساحه الکترونیش دارای سه ساحه الکترونی است، دارای سه ساحه الکترونی است، یک، دو، سه. دوم، سوم، مشخصه سوم دارای ساختمان مسطح است. مسطح یعنی روی یک سطح قرار میگیره. بخش چهارمش سهم اوربیتال پی است. سهم اوربیتال پی در اینجا چون دو حصه سهم گرفته، پس ما میگیم 2/3 هست. بخش بعدی سهم اوربیتال اس است، میشه 1/3 که مجموعه از اینا رو ما با هم دیگر جمع کنیم میشه 3/3. خب در این بخش یک مدل را از پوکانه ساختیم. اگر شما این قسمت دقت بکنین، رنگ های بنفش ما اوربیتال های پی در نظر گرفتیم و رنگ زرد اوربیتال اس. در اینجا یک اوربیتال اس با
دور به تال پی و هم دیگر امتزاج میکنه در یک سطح انرژی قرار میگیرن. در نتیجه این قسم یک مدل تشکیل میده. زاویه بین از اینا بین هر پاقانه 120 درجه هست. ساختمانش مسطح هست، یعنی خیلی راحت ما میتونیم در یک سطح قرار بتیم. اگر یک قسم بگیریم یا یک قسم بگیریم، کلند روی یک سطح قرار گرفته. دارای ساختمان دارای سه ساحه الکترونی است. اینی یک ساحه الکترونی، دیگر ساحه الکترونی، دیگر ساحه الکترونی، یعنی سه ساحه الکترونی است. سهم اوربیتال های S 2/3 است، یعنی از سه حصه دو حصهش اوربیتال های پی است. و سهم اوربیتال S 1/3 است، یعنی از سه اوربیتال یک حصهش اوربیتال S است. در ادامه یک مثال کار کنیم تا یکی را ما بهتر و خوبتر بفهمیم، یعنی بیشتر در کدام قسمت ها وجود داره. خب اینی یک اتمی کربن دیگه. خب در این قسمت اوربیتال های پی زد، اوربیتال های پی زد در حالت خودش باقی مانده. یک اوربیتال پی زد یا مزی اوربیتال پی زد، پی زد. یه دو تا کربن است. یک الکترون، دو الکترون، سه الکترون. یک الکترون، دو الکترون، سه الکترون. یک الکترون، دو الکترون، سه الکترون. در این قسمت اینی دو اتم کربن که sp2 است یا sp2 است با همدیگر تداخل میکنه یا یک الکترون های خود مشترک میگذاره. رابطه که تشکیل میشه رابطه سیگما است. رابطه سیگما. و دنده قسمت پی زید و پی زید اینا هم دارای یک الکترون است، اینا هم با هم دیگر الکترون های خود مشترک میگذارن. در نتیجه رابطه ای که به وجود میاره رابطه پای است، رابطه پای. پس ما در درس گذشته در مورد رابطه سیگما گفتیم که در اثر تداخل مستقیم و عمیق صورت میگیره که یعنی رابطه سیگما است. رابطه پای در این درس میفهمیم که رابطه پای چی است. رابطه پای رابطه است که در اثر تداخل جانبی اوربیتال های اتمی تشکیل میشه. پس اینجا شما پی زد میبینین که به شکل عمیق تداخل نکرده بلکه به شکل جانبی تداخل کرده و این رابطه پای نظر در رابطه سیگما خیلی ضعیف میباشه. در ادامه ما ویدیویی را در نظر گرفتیم که اینمی تداخل اوربیتال های S با P را با وضاحت نشان میتوه ما میتونیم را ببینیم. خب دانش آموزای عزیز، شما اینجا ببینین یک اوربیتال S با دو اوربیتال P تداخل میکنه، امتزاج میکنه، هایبرید میشه، در نتیجه سه اوربیتال sp2 هایبرید تشکیل میده. هر کدام از اینا sp2 هایبرید است. sp2 هایبرید، sp2 هایبرید، sp2 هایبرید. در نتیجه نقسم یک شکل به خود میگیره که در اینا میتونه هر کدامش الکترون های طاقه داره، میتونه با اتم های مختلف دیگر رابطه برقرار کنه. در نتیجه مرکبات مختلف مثل برون، ترایکلوراید را تشکیل میده. خب دانش آموزای عزیز، در ادامه جلسه ما موضوع بعدی خود را پیش میبریم، موضوع sp هایبریزیشن. sp هایبریزیشن چی است؟ sp هایبریزیشن در اثر تداخل یا امتزاج یک اوربیتال s با یک اوربیتال p تشکیل میشه. اینجا متوجه باشین، یک اوربیتال S با یک اوربیتال P با هم دیگر امتزاج میکنه، در نتیجه چند اوربیتال باید تشکیل شوه؟ آفرین، دو اوربیتال SP، دو اوربیتال SP هایبرید تشکیل میشن. چیگونه صورت میگیره؟ ما باز هم اتمی کربن در نظر میگیره. کربنی که دارای 6 الکترونه، قشر اولش 2 الکترون، قشر دومش 4 الکترون میگیره. این مساوی با یک، یعنی در قشر اولش یک S2، یعنی دو الکترون است قشر اول. در قشر دوم این مساوی با دو سویه انرژیکی داره که در اینجا دو S1 و یم اوربیتال های دو پی است. دو پی، پی اکس، پی وای، پی زد، هر کدام از اینا یک اگه الکترون داره، قسمی که ما در درس کربن گفتیم. خب اینجا چگونه امتزاج میکنه یا تداخل میکنه؟ ما اینجا میبینیم یک اوربیتال S، یعنی اوربیتال 2s1 با px
با هم دیگر هم سطح میشن و از لحاظ انرژیکی با هم دیگر میشن برابر. خب در نتیجه این طرف اگر ما ببینیم کم پایین تر رسم میکنم، این مساوی به یک اس دو، یعنی قشر اولش به حالتی خودش است، هیچ کدام تغییری ایجاد نمیشه. در بخش دوم این مساوی به دو که دو اوربیتال هم انرژی شد و اس پی هایبرید ها تشکیل شد. اس پی دو اوربیتال دیگه به حالت خود باقی ماند که بود پی وای و پی زد. در اینجا اینا هم یک الکترون داره. در حقیقت اینجا اگر شما خوب دقیق ببینید و متوجه شوید، دو اوربیتال ما الکترون های طاقه گرفته. پس ساختمان از این ما میتونیم چه قسم رسم بکنیم؟ میتونیم این قسمت ساختمان از این رسم بکنیم، یک اوربیتال هایبریدی، دیگه اوربیتال هایبریدی، SP SP. یک شکلش است. ما میتونیم در قسمت دیره به وضاحت ببینیم، یک اوربیتال S با دو اوربیتال P با هم دیگر تداخل میکنه، امتزاج میکنه، در نتیجه دو اوربیتال هایبریدی SP2 SP و SP را تشکیل میده. در نتیجه این قسم یک شکل به خود میگیره، اوربیتال SP هم دیگه اوربیتال SP است. در این بخش بازم یک چند موضوع مشخصی که مربوط به کنکور میشه و از این بخش ها بیشتر سوالات در کنکور آمده را کار میکنیم. اول زاویه SP، زاویه SP هایبرید 180 درجه است. ما از این در کنکور سوال داشتیم که در SP هایبرید زاویهش چند درجه است. دوم ساحه الکترونی است، دارای دو ساحه الکترونی است، دارای دو ساحه الکترونی است. خب ما میبینیم این یک ساحه الکترونی، دیگه ساحه الکترونی. موضوع بعدی ساختمان خطی دارد، ساختمان خطی دارد. اینجا اگر شما ببینین روی یک خط قرار گرفته، ساختمان خطی دارد. سهم اوربیتال پی 1/2 است، از دو حصه یک حصش پی سهم گرفته. سهم اوربیتال اس 1/2 هست، یعنی از دو حصه یک حصش اوربیتال اس سهم گرفته. در این قسمت به خاطر که بیشتر و خوبتر ما بفهمیم، یک مدل را از بقانه ساختیم که میتونین را ببینین. خب اینجا ببینین دو اوربیتال است، یکی اوربیتال اس دیگه اوربیتال پی. ما اوربیتال پی را به رنگ بنفش و اوربیتال اس را به رنگ زرد نشان دادیم. این دو تا با هم دیگر امتزاج کردن، در یک سطح انرژی قرار گرفتن و یک دو اوربیتال هایبریدی را تشکیل داده، SP SP. اولی که زاویه در وسط، یعنی اگر ما یک خط مستقیم رسم بکنیم از وسط، زاویهش میشه 180 درجه. دارای دو ساحه الکترونی است، یک ساحه الکترونی، دو ساحه الکترونی، و همچنان ساختمانش خطی است. ما از مرکز از اینا را اگر با هم دیگر وصل بکنیم، ساختمان را که به خود میگیره ساختمانی خطی است. سهم اوربیتال پی 1/2 است، سهم اوربیتال اس هم 1/2 است. خب به خاطر خوبتر فهمیدنش بازم یک مثال کار میکنیم که خیلی راحت بتونیم ما بفهمیم. به یک قسمت شما متوجه باشین، ما اسیتلین اینجا مثال میتیم که اسیتلین چی است. اسیتلین دو تا کربن است که کربن با کربن رابطه اشتراکی سگانه داره و این طرف هایش هم هایدروجن است. اینه میره ما به شکل هایبریدیش نشان میتیم که کربن از کدام هایبرید استفاده کرده. یک اتم کربن در این طرف یک هایبرید دیگه، یعنی SP هایبرید و SP هایبرید، یعنی هایبریدی SP در اتم کربن تشکیل شده. این طرف هم یک اوربیتال، دیگه اوربیتال SP. در نتیجه رابطه ای که ناتشکیل میتر رابطه سیگما است. یک اوربیتال PX اوربیتال PY و PZ، نی PY است EPZ، اینجا می PY است PZ. اینا هم با هم دیگر رابطه تشکیل میتن، یک رابطه یا هم رابطه دیگه. پس این دو تا رابطه ای که در اینجا تشکیل میشه، اینا رابطه پای میباشه.
رابطه پای ما در جلسه پیش گفتیم. اسیتیلین هم یک مرکب عضوی بسیار مهم است که در زندگی ما کاربرد خیلی زیاد داره، مثلا در جوشکاری، در معدن زغال، در غیره موارد است. SP یا هم از خود اسیتیلین استفاده میشه، در صورتی که SP هایبرید صورت نگیره مرکب اسیتیلین تشکیل نمیشه و ما در بسیاری از موارد زندگی خود نمیتونیم از این مرکب استفاده بکنیم. در ادامه ما میخواییم ویدیویی را که در نظر گرفتیم با همدیگر مشترکاً ببینیم و بفهمیم که چگونه هایبرید میشه، یعنی یک اوربیتال اس با دو اوربیتال با یک اوربیتال پی چگونه هایبرید میکنن، چگونه هایبریدیشن میشه و چه قسم تشکیل میشه. خب دانش آموزای عزیز، در این قسمت ما ویدیویی را که در نظر گرفتیم به خاطر که بفهمیم چگونه اس پی هایبریدیشن اجرا میشه یا تشکیل میشه را با همدیگر یک جا مشاهده میکنیم. اینجا یک اوربیتال اس و سه اوربیتال پی در نظر گرفته شده، اما یک اوربیتال اس فقط با یکی از اوربیتال ها تداخل میکنه یا امتزاج میکنه. در این قسمت یک اوربیتال اس با پی اکس یک جای میشه، در حقیقت اینا با هم دیگر امتزاج میکنن، یک جای میشن، در نتیجه میبینیم که چی تشکیل میشه ازش. خب اس پی هایبرید تشکیل میشه، یعنی یک اوربیتال پی وای پی زد به حالت خودش باقی میمونه و اینی قسمتار بر ما، این قسمتا بر ما اس پی هایبرید است. ام ای اتم کربن است، ای اتم کربن دیگه. اس پی هایبرید ها با هم دیگر یک جای شد، رابطه سیگما را تشکیل داد. سیگما باند کربن کربن رابطه سیگما را تشکیل میده. دوباره پی زد و پی وای، پی زد و پی وای اونا هم با هم دیگر یک جای میشه، یعنی الکترون های خود مشترک میمونه، چون الکترون طاقه دارن نمیشه که به محالت باقی مونه. رابطه یک تشکیل میشه، رابطه پای است. وقتی هیدروژن ها رو ما در دو قسمت وصل میکنیم، در حقیقت اون مرکب رو به دست میاریم که پیشتر کار کردیم. چی بود؟ بسیار عالی، مرکبی اسیتیلین. این یعنی مرکب ما میتونیم توسط اس پی هایبرید به دست بیاریم و یکی از مرکبات بسیار مهم و حیاتی در زندگی ما هست. خب دانش آموزای عزیز، موضوعاتی را که ما در این جلسه خواندیم و فهمیدیم SP2 hybridization بود، SP hybridization بود. ما فهمیدیم که SP2 hybrid چگونه تشکیل میشه، SP hybrid چگونه تشکیل میشه و در کدام موارد در زندگی خود ما ازش استفاده میکردیم. این بود موضوعات امروز ما. انشاءالله که موفق باشید. تا دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتون.